بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. افتتاح طرح توسعه مقام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در کربلا. تقدیر از مبلغان فاطمی افغانستان در دفتر مرجعیت شیعه. و توزیع 14,000 بسته غذایی توسط حسینی آل یاسین و مؤسسه مصباح الحسین. سلام، من حضرت ابا عبدالله الحسین و درود بر شما بینندگان عزیز. به این بخش خبری خوش آمدید. طرح توسعه مقام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر مقدس کربلا همزمان با سالروز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها افتتاح شد. به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعان جهان، به نقل از وبسایت الکفیل، حجت الاسلام سید احمد صافی تولیت آستان مقدس عباسی در مراسمی طرح توسعه مقام حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر کربلا را افتتاح کرد. گفتنی است آخرین طرح توسعه مقام حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه نزدیک به 300 سال پیش انجام شده بود. در همین راستا ضیا مجید از سائق، رئیس بخش پروژه های عمرانی و مهندسی در آستان مقدس عباسی، طی اظهاراتی در این باره گفت در طرح توسعه مقام حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه با مشکل مواجه بودیم، زیرا از طرف چپ و راست این مقام به هیچ وجه قابل توسعه نبود. بخش جلوی آن هم خیابان اصلی قرار دارد، لذا به هیچ وجه امکان جلو آمدن را نداشتیم. در نهایت موفق شدیم فقط توسعه را در بخش پشتی مقام، یعنی آنجایی که رودخانه قرار داشت، انجام دهیم. به در ادامه افزود با اجرای این طرح توسعه‌ای 1200 متر مربع به فضای مقام حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه افزوده شد که شامل یک سالن برای بانوان به مساحت 490 متر مربع و یک سالن برای آقایان به مساحت 310 متر مربع و یک سالن هم برای سرویس دهی به زائران این مقام به مساحت 150 متر مربع و سالنی هم به مساحت 150 متر برای ارائه امکانات رفاهی و خدماتی افزوده شده است. ضیا مجید از سائق گفت در این توسعه همه نکات ایمنی رعایت شده و سیستم های پیشرفته روشنایی و نیز زنگ خطر خاموش کردن آتش و سیستم های مخابراتی و نظارت و دیگر سیستم های مورد نیاز نیز نصب شده است. مسجد النبی یکی از اماکنی است که به منظور ایجاد فضای مناسب برای نمازگزاران 250 سایبان متحرک برای آن فراهم شده است. به گزارش شیعه ویوز این سایبان ها اکثر مساحت صحن مسجد النبی را می پوشاند. این سایبان ها در هنگام ظهر برای کاهش تابش آفتاب و هنگام ریزش باران باز می شوند و یکی از طرحهایی است که در معماری و توسعه این مسجد اجرا و نصب شده است. هر سایبان در ابعاد 25 در 25 متر ارتفاع و ارتفاع 22 متر ساخته شده است و حدود 40 تن وزن دارد و دارای سیستمی پیشرفته است که هنگام آفتاب باز و پیش از غروب بسته می شود. بخشهایی از این چتر با الیاف کربنی پوشیده شده است. تاج و میله این چتر از مس با روکش طلا ساخته شده است و بافت این سایبان از ماده است که در مقابل حرارت مقاوم است. این سایبان ها به 436 سیستم خنک کننده مجهز است که در کنارهای سایبان قرار گرفته است و هر سیستمی 16 منفذ برای آب پاشی دارد و طوری طراحی شده است که هنگام بسته بودن سایبان غیر فعال است. این سیستم خنک کننده حدود 200 لیتر آب را در یک ساعت به اطراف می پاشد و دارای مخزنی برای تصفیه آب از باکتری است. این سیستم خنک کننده در هنگام گرما برای مرطوب کردن هوای بیرونی به کار می رود، به طوری که نمازگزاران در طول سال
به ویژه در فصول حج عمره و ماه رمضان از فضایی با دمای مناسب برخوردار می شوند. در ایام میلاد فرخنده حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها طی مراسمی از مبلغان فاطمی تقدیر شد. به گزارش شیعه ویوز در این مراسم که با حضور طلاب، ائمه مساجد، مداحان و مؤمنین شهر کابل در دفتر مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی مدظ الله برگزار گشت از مبلغان فاطمی تقدیر شد. این مبلغان که تعداد آنها به 400 نفر میرسد در ایام شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها به برپایی شعار فاطمی در نقاط مختلف افغانستان پرداختند. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین آقای حسنی از اعضای دفتر معظم الله به نمایندگی از دفتر مرجعیت شیعه طی سخنانی از فعالیت‌های تبلیغی ائمه مساجد، علما و ذاکرین اهل بیت علیهم السلام تشکر نمود. ایشان همچنین به سیره بیت مرجعیت شیعه در برگزاری مجلس عزاداری ایام فاطمیه و تشویق مبلغان فاطمی تاکید نموده و به 2 دهه خدمات دفتر معظم الله در افغانستان اشاره کرد. این مراسم با مولودی خانی و اهدای هدایا به مبلغان به پایان رسید. گفتنیست حدود 20 سال از فرهنگ عزاداری و بزرگداشت ایام فاطمیه در کابل و ایالت‌های افغانستان به ابتکار دفتر آیت الله العظمی شیرازی و همکاری و حمایت مؤسسه امام هادی علیه السلام ادامه دارد و در حال حاضر اکثر مراکز و منابر افغانستان در ایام فاطمیه شاهد برگزاری مراسم عزاداری بوده و مردم مسلمان افغانستان نیز حرمت این ایام را حفظ می‌کنند. مراسم تقدیر از مبلغان فاطمی نیز در حدود 20 سال است که به اجرا در می آید. در حالی که مذاکرات صلح قطر متوقف شده، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که 20 ولایت این کشور صحنه درگیری سنی‌های تندروی طالبان و نیروهای امنیتی بوده است. به گزارش شیعه ویوز، روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته درگیری نیروهای امنیتی و طالبان در بیش از 20 ولایت این کشور جریان داشته و به 2 طرف تلفاتی وارد شده است. روز گذشته نیز محمد یوسف ایوبی، رئیس شورای ولایتی قندوز خبر داد که در حمله عناصر طالبان به پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی خان‌آباد 16 نفر جان باخته، 2 نفر مجروح و 2 نفر دیگر نیز به اسارت عناصر طالبان درآمدند. از سوی دیگر عبدالستار میرز کوال والی قندوز نیز از جان باختن 10 نیروی امنیتی در حمله طالبان خبر می‌دهد. شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند و ولسوالی‌های ارغنداب، پنجوای و دند در قندهار نیز این درگیری‌ها را شاهد بودند. مجید آخونزاده معاون شورای ولایتی هلمند در این باره گفت عناصر طالبان جنگ را در حوزه 11 و 3 شروع کردند و جنگ به شدت جریان داشت. وی همچنین خاطر نشان کرد که در ولایت هلمند بسیاری بخش ها و اکثر اراضی در کنترل سنی های تندروی طالبان است. از سوی دیگر بعد از ظهر جمعه نیز یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی منزل شهردار ولسوالی قورک قندهار منفجر شد، اما به گفته نیروهای امنیتی این انفجار تلفاتی نداشت. قرآن سوزی یک جوان سعودی به شدت توسط کاربران مجازی محکوم شده است. به گزارش شیعه ویوز، فعالان توییتری این کشور کلیپی را از جوانی به نام عبدالله پخش کردند که در پشت او پرچم عربستان قرار دارد و سوزاندن صفحات قرآن را به طور زنده پخش می کند. در پی این اقدام بلافاصله هشتکی با عنوان عبدالله قرآن را می سوزاند در عربستان ترند شد. فعالان عربستانی با انتشار 13,000 توییت و انزجار از این اقدام خواستار محاکمه وی به دلیل اهانت به اسلام شدند.
قانون اهانت به ادیان در عربستان برای توهین به مقدسات اسلامی، مجازات حبس برای مدت حد اکثر 7 سال و جریمه نقدی تا 2 میلیون ریال سعودی، 500,000 دلار تعیین شده است. بر اساس این قانون، هر کسی که به صورت علنی یا کلامی به خداوند یا پیامبران و همسران آنها اهانت کند، شامل این مجازات می شود. به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، حسینی آلیاسین و مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام تعدادی بسته غذای میان نیازمندان توزیع کردند. به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعان جهان، حسینی آلیاسین در شهر سیدنی پایتخت استرالیا از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظما حاضر صادق حسینی شیرازی مدظ الله العالی به شمار می رود. این حسینیه که از فعالترین مؤسسه‌های دینی و مذهبی در استرالیا به شمار می‌رود، در سالروز میلاد بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با همکاری مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام که از دیگر مؤسسه‌های مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه است، به توزیع 14,000 بسته غذایی در میان خانواده‌های نیازمند در عراق اقدام ورزید. گفتنی است این دومین بار در یک ماه اخیر است که بسته های غذایی توسط این حسینی تهیه و در میان نیازمندان توزیع می شود. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.